عزیزان سلام میگم مخصوصا برادرم کشیش حمید و همینطورم برادرمون امیر که فکر می کنم امیر میشناسین امیرم خواهرمون سوزان که امروز اینجا مهمون ما هستن خیلی خوشحالم کردی سرپرایز کردی منو و بقیه هم همینطور که اینجا از جای مختلف اینجا آمدیم به کلیسای ما تو این سرودها شاید متوجه شده باشین که از موضوع امروز موضوع موعظه چیه و اینجا نوشته چگونه محبت مسیر را تجربه کنم و توی سرود آخرم که ما خوندیم اگر یاد باشه اینجا میگه که اوش خواهم گرفت روحت حادی من با قدرت خودت یا ذهنم تازه ساز در من اراده شود که هر روز راه روم با قدرت مهرت آرزو من اینه که این نسیم محبت روح خدا امروز ما رو ببره ما فقط میتونیم مثل یک اقاب فقط بالهای خودمون رو باز کنیم با ایمان مطمئن هستم به خودمون نگاه کنیم فقط به بالهای ایمانمون باز کنی و مطمئن هستم این نصیم محبت خدا روح خدا ما رو همینطور اوج خواهد گرفت و به جاهایی میبره خدا من شاید میگم جایی که شاید هنوز مکاشفه هایی نگرفتیم قدرتی نگرفتیم شاید هنوز درست نیستادیم و مطمئن هستم امروز خدا با تک تک ما صحبت خواهد کرد نه فقط صحبت خواهد کرد آرزوی ما هر دفعه با نسیم و فکر میکنم تمام کشیشان ما اینجا معایزه میکنیم اینا تبدیل های در ذهن ما در فکر ما قرار بگیره آمین گود یادتون uh, <clears throat> از دو هفته پیش در مورد موضوع چه موضوعی صحبت کردم؟ یعنی موضوع چی بود؟ خدا محبت هست درسته؟ و جلسه من چطور تمام کردیم؟ یادتون هست؟ نه دعا نبود با اعلام کردن یادتون از همه با هم استادیم مرس الان و سه بار یه چیز رو گفتیم نه خدا محبت هست شلوس آز امروز هم میخوایم همینطور این اعلام رو کنیم نه فقط اعلام کنیم توتیواری واقعا اعلام کنیم خدا محبت هست شلوس آس سه بار یا؟ پس با هم بگیم خدا محبت هست شلوس آس خدا محبت است شلوس آس خدا محبت هست شلوس آس یه دست هم بزنی برای این خدای محبت خواهش میکنم این اعلام اعلامیاتی که ما میکنیم خیلی مهمه زمانی که با باور میگیم که خدا محبت هست دیگه حرفی دیگه نیست دیگه احتیاج نیست بس کنیم صحبت کنیم و شروع کنیم آخه دنیا نمیدونم اینو اینو نه ما باور کنیم که خدا محبت هست تمام این طبیعت رو که نگاه میکنیم و تمام این حسی رو نگاه کنیم کهکشان رو نگاه میکنیم میگیم پشت او یک شخصی هست پشت او یک دستی هست پشت او یک پایی هست پشت او یک زبانی هست که همه چی رو به وسیله قدرت کلام خودش همه چی رو خلق کرده و این که عالی خدا همه چی رو خلق کرده پس میدونیم که خدا محبت هست و بهترین بزرگترین محبتی که ما دیدیم نه فقط این طبیعت رو دیدیم که چطور خدا خلق کرده بلکه که چطور خدا خدای پدرمان عیسی مسیح رو فرستاد امروز هم فقط میخوایم بگیم که زمانی که ما میگیم که خدا محبت هست الان مهم اینه که اینجا که باشه برداشتن چگونه محبت خدا رو تجربه کنم من فکر میکنم نمیدم آرزو دارین یا میخواین زندگی خودتون زیست کنین من فکر میکنم من که از خودم خسته شدم به این خاطر میگم که تنور یک حیاتی وجود داره که ارزش داره زندگی کنم اینم محبت خداست به این خاطر میخوایم این موضوع رو نگاه کنیم شاید یکم سخته فقط مطمئن هستم روح القدس ما رو هدایت خواهد کرد و کمک خواهد کرد من اینطوری که فکر میکردم وقتی میگوییم دوست دوستت وقتی میگویم دوستم داری نه دوستت دارم دوستم داری چون زمانی که میگم دوستت دارم برای اون شخص هنوز نمیدونه واقعا دارم یا ندارم فقط یه کسی که واقعا به یه جای رسیده به یک شخصی میگه الان یک زن یک مرد مثلا به نسی میگم نسی من میدونم دوستم داری یا نستینم به من میگی یا شما به هر کسی هم هست پس زمانی که اینو اعلام میکنم پس میگم که به نظر به نظر تو ارزشمندم با این حرکت ها نشون دادی که منو دوست داری من برای تو مهمتر از خودت هستی گوش <تصفح> <تصفح> میکنی من مهمتر برای من من برای تو مهمتر از خودت هستی تو من رو همینطور که هستم قبولم داری و دوستم داری اینو میدونم تجربه کردم واقعا تو صادق و شفاف هستی تو اش شاید عاشق خنده های ما رفتار من هستی اینو میبینم در چهره تو در رفتار تو میبینم تو بهترین رو برای من میدهی آینده من برای تو خیلی مهمه تو همیشه برای من فکر میکنی و تو همیشه برای من هستی مرا ترک نمی کنی تو به اشتباهات من حتی اشاره می کنی و حتی نصیحت و اصلاح می کنی اونقدر دوستم داری تو تمام عطاهای چیزایی که در من هست سعی می کنی بیرون بیاری حتی تو به من کمک می کنی که بتونم دیگرار رو دوست داشته باشم برای تو شرافت یا خوشبختیت مهم نیست بلکه وقتی خوشبختم تو خوشحال میشی عالیه نه؟ تو هر کاری میکنی تا من از زندگی لذت ببرم و خوشحال و خوشبخت باشم تو هر کاری میکنی تا من زند... از زندگی من لذت ببرم خوشحال و خوشبخت باشم این یک اعترافی هست که زمانی که این چیزها رو تجربه کرده از اون روبه روی خودت الان میتونه زن باشه یک مرد باشه و این نشانه یه اثبات محبت هست یعنی منظور اینه که زمانی یک کسی که اینو به تو میگه یا یعنی تو در مورد یک شخصی رو میگی مثل اینکه که تو میگی که تو برای خودت اصلا زندگی نمی کنی تو برای من زندگی می کنی درسته؟ تو اصلا برای خودت فکر نمی کنی برای آرزوهای خودت فکر نمی کنی. تو برای خوشبختی خود زندگی نمی کنی. و زمانی که من خوشبخت میشم تو خوشبخت شدی. و اینو رو میدونیم که عزیزان در انسان فکر میکنم برحال فکر میکنم اینطوری محبت وجود نداره همچنین محبت در این دنیا با این طبیعت کهنه و, 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 طبیعت گناه آلود ما ش... نمیدونم من ندیدم شاید تو فیلم ها هستن تو هالیوود ها این داستان های چیزایی هستن که فیلم های هستن فقط میتونم ببینم بگم که فقط با یک محبت الهی خالصانه پاک شفاف فروتن داوطلبانه که درونش هیچ خودخواهی نیست خود خید، هیچ خودپرستی نیست یا هیچ کمبودی نیست اون موقع امکان پذیر است و این در ما حال وجود نداره اینو باید اعتراف کنیم و در من اصلا وجود نداره و محبت های ما هم میدونیم که ناقص هست پس زمانی که این تعریف ها رو که از یک شخصی میکنم اینجا نگاه میکنیم به عیسی مسیح میگه نگاه میکنیم ببینیم پس الان زمانی که میگم که تو اونقدر منو دوست داری که خودت رو فراموش کردی برای خودت زندگی میکنی برای خودم زندگی میکنی برای من زندگی میکنه پس یه کسی هست که همه چیز رو فدا کرده چون اونقدر محبتش نسبت به من بزرگه که منو مهمتر از خودش میبینه هستین؟ عیسی مسیح در یوحنا باب ده اینجا میگه که من شبان نیکو هستم شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. و از این سبب پدر مرا دوست می دارد. که من جان خود را می نهم تا آن را بازگیرم کسی آن را از من نمیگیره یه چیز داوطلبانه از تمام وجودم هست بلکه من خود آن را می نهم قدرت دارم آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم پس اینجا می بینیم که این محبت واقعی که در مورد صحبت می کنیم کسی که برای خودش فکر نمی کنه در زندگی شخص عیسی مسیح می بینیم با چه عشقی عیسی مسیح که ما رو دوست داره که میگه که من که شبان نیکو هستم زندگی خودم رو برای گوسفندان می نهم و اگر می خواهم همینطور شرق همینطور توصیف, توصیف محبت رو نگاه کنیم اینجا می بینیم که یوحنا باب 15 آیه 13 امروز آیه های زیادی خواهیم خوند یوحنا باب 15 آیه 13 اینجا میگه که کسی محبت بزرگتری از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد شرح و توصیف محبت که کسی محبت بزرگتی از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد شما دوست من هستی اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آورید پس اینجا بینید که محبتی وجود نداره اگر واقعا میخوای بگی که محبت چی؟ یعنی یک کسی زندگی خودش رو فدا میکنه برای اون شخصی که دوستش داره همینطور رومیان الان با پنج آیه هفت تا هشت اینجا میگه که زیرا بعید هست که برای شخصی عادل کسی بمیرد هرچند در راه مرگ مردی نیکو ممکن هست ممکن هست اگه مرد واقعا نیک باشه کسی نیست جرت کند که بمیرد لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه همگامی که ما هنوز گناهکار بوده ایم مسیح در راه ما مرد پس اینجا دوباره یکم عمیقترش می کنه میگه شاید در این دنیا وجود داشته باشه یه برای یه کسی که واقعا دوست داری ناسینو رو قد دوست دارم چون زن منه الان یه خطری میفته یه چیزی من جان خودم میدم که اون نجات پیدا کنه الان اونجا میگه که ببین سعی کن و فکر کن یک دشمنی الان حتما یه کسی رو دارین یه کسی که واقعا به تو ظلم کرده یه کسی که بدی کرده پولاتو رو دزدیده تو رو ورشکستگی انداخته یک یک مرد یا زن ظالمی حالا میگه که محبت خدا اینطوریه که مثل این که الان تو برای اون شخصی که به تو درد آورده زندگی خودت رو بگی که اون زنده بمونه تقریبا مثل اینکه یه خیابونی هست که یک اونجا یک کامیونی میاد دشمن تو اینجا ایستاده یه کسی که واقعا به تو ظلم کرده الان در راه عبور این راه هست یا و تو میبینی که الان این 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 این, این، ماشین که میاد این کامیون میاد و میخواد الان روز اگه تو عمل نکنی میمیره تو اونجا میری او رو هول میدی و خودت به جایش میمیری معمولا ما اینجا اینجا او رو هول میدیم که این زیر زیر این اتوبوس بمیره دشمن ماست چطور ما افرادی هم نمیتونم ببخشن هنوزم نمیتونیم ببخشیم دشمن خودمون الان اینجا خودش صحبت میکنه محبت خدا اونقدر زیباست اونقدر بزرگه که نمیتونیم با محبت ما مقایسه کنیم و تو میبینی و زمانی که نگاه میکنی اون شخص خواهد مرد الان چقدر مرد ظالمی هست تو میری او رو هول میدی که نجات پیدا میکنه و تو اونجا زیر این کامیون میفتی و میمیری تقریبا اینطوری این, این تصویری بود پس یه تفاوتی هست بین محبت خدا و محبت ما و در مسیح اینجا همینطور میبینیم که خود را فدا کرده که بخشش رو به دست بیاریم نجات رو به دست بیاریم حیات جاودانی رو به دست بیاریم به وسیله محبت بتونیم الان با محبت او آشنا بشیم که واقعا باور کنیم که خدا محبته و نه فقط این بلکه این محبت این خودش رو فدا کرده که محبت او رو دریافت کنیم و محبت او رو زیست کنیم این خدای ما عزیزان این تو این این میگم توضیف محبت هست محبت واقعی چیست و این خدا رو که نگاه میکنیم و توی همون کنفرانسی بود که دیروز پریروز بود یه واقعا دوباره چون این چند هفته است که در مورد همون محبت خدا اینطوری هی فکر میکنم چون واقعا میگم خدا من یه چیزی هست که چیزی یه چیز یه بود چهارم محبت تو اصلا نمیشه هیچ کسی درست فهمید و خیلی در فکر هستم و زمانی که همینطور نشسته بودم فکر میکنم دریک بود اونجا موعظه میکرد مثلا اونقدر فقط یه کلام رو برداشتم فقط یه یک چیزی میدونستم فقط یه طوری دیگه بود چطور خدا خدای خالق که به وسیله کلام خودش تمام هستی رو به وجود آورد و آمد توی یک بدن قرار گرفت و خودش رو محدود کرد خدا تشنه تشنگی داشت خدا گرسنه بود واقعا اینو زمانی که نگاه کردم چه خدایی باید باشه که این جلال رو شکور رو زیبایی رو همیشه رو ترک میکنه و خودت رو محدود میکنه در این انسانیت زمانی که اینطور فکر میکردم ایسا گرسنه شد ایسا خسته شد اون خدایی که هیچ در ابدیت به وسیله این انسانیت خسته شد باید میخوابید گفتم خدا چه محبتی است که تو آمدی انسان شدی اصلا انسان شدن او بزرگتری محبت و فروتنیه چه محبتیه که نمیفهمم و نمیتونم بفهمه و هیچ کسی از ما نمیتونه بفهمه تا ما این محبت رو درک نکنیم هیچ موقع نمیتونیم بفهمیم متا با به پنج شیش هفت بدون محبت آگاپه خیلی ممکنه بتونیم انجام بدیم این آگاپه است که به ما قدرت میده که بتونیم دشمنهای خودمون رو برایش دعا بکنیم و همینطورم محبتشون کنیم این محبت خداست که دست راستت یه کاری میکنه دست چپت نمیدونه چه کاری کردی این محبت این آگاپه هست که خودت رو فراموش میکنی دیگه تو نیستی آگاپه است که حرکت میکنه و زمانی که نگاه میکنم برای این خلق شدم که آگاپه رو من زیست کنم برای کسانی که نمیدونه آگاپه چیه آگاپه محبت الهی خداست که هیچ محدودیتی نداره و خدا محبته به این خاطر ما اعلام میکنیم خدا محبته الان ما میتونیم برحال با اون میاندارا میتونیم بگیم واقعا خدا رو شک مرسی خدا باور میکنم تو محبت هستی و مرسی برای گناه های من آمرزیدی مرسی همه کارهایی برای من انجام دادی و در اونجا همینطور, همینطور بمونیم آره بیایم یا کلیسا مییایم و خدمت های انجام میدیم آیا واقعا کافی هست عزیزان آیا خداوند ما رو برای این خلق کرده و اینجاست که سؤال ما اینه که آیا موضوع امروز موضوع چیز آیا واقعا عزیزان میخواهیم این محبت این آگاپه رو زیست کنیم یعنی زندگی کنیم آگاپه رو چون این آگاپه یک قدرتی هست یک قدرت الهی هست که با این قدرت میتونی تمام شریعت رو انجام بدی چون در رومیان هم نوشته این محبت آگاپه تکمیل تمام شریعته تکمیل درسته؟ تکمیل تمام. یعنی تمام شریعت رو انجام بدی مساوی به آگاپه و به این خاطر من ماهاست که دنبال این هستم میخونم دعا میکنم میجنگم میافتم کج رفتار میکنم دوباره برمیگردم بودم این این راه نه این راه هم نبود اون راهی نبود یه سعی میکنم این راه رو پیدا کنم تو به من این محبت خودت بیازما بیاز ما نشون بده یاد نگرفتم نمیدونم آخه چیه در یوحنا باب 13 سی و چهار و سی و پنج رو میدونیم من میگه عیسی مسیح به شما حکمی تازه میدهم که یک دیگر رو محبت نمایید چنان که من شما رو محبت نمودم تا شما نیز یک دیگر رو محبت نمایید به همین همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید اگر محبت یک دیگر رو داشته باشید دوباره این توضیح چیه؟ شاگرد اگه میخوای بگی که شاگرد کیه اینجا محبتی هست که نسبت به ما نه الایت نه میتونم کلام خدا رو همه چی رو حس بلد هستی عالی دعا میکنی نمیدونم هزار تا کارایی میکنی صبح تا شب خدا رو خدمت میکنی اینجا خدا نشون میده که محبت یعنی شاگرد یعنی نشانه شاگرد اینه که چطور ما همدیگر رو محبت میکنیم و زمانی که اینجا میگه که به شما حکمی تازه میدهم یکدیگر رو محبت نمایید چنان که هم همینطور که من شما رو دوست داشتم شما همدیگر رو دوست داشتیم و عیسی مسیح چطور ما رو دوست داشته؟ از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه در راه, در راه برادران و خواهران بنهیم پس اینجا عیسی مسیح خیلی ساده خیلی چیز هم احتیاج هم نیست که مکاشفه بشه این کلام الان بریم دعا کنیم روزه بگیریم خدا چی میگه میگه ببینم با این محبت شما رو محبت کردم جان خودم رو دادم مردم شما گناهکار بودی کور و کر و هیچ به درد هیچ چیزی نمی در راه جندن بودین من زندگی خودم رو گذاشتم الان من میگم که این حکم من اینه که این حکمه شریعت نیست حکمه که بریم با همون محبت محبتی که من به شما محبت کردم هم دیگر رو محبت کنین هستین؟ هنوز به اون, هن... اون هدف هنوز نرسیدیم اون چیز نرسیدیم الان اینجا کلام خداست که الان میگه که این حکم خداست خدا میخواد ما رو ببره به اون جایی که ما باید اینجا باشیم و همینطورم هم حال محبت هم ما میدونیم ای... ما ایرانی ها هم خیلی احساساتی هستیم و فقط بوسیدن و عاشق تو هستم قربانت برم اینطوری این محبت نیست اینجا فقط نفس های خودمون رو یکم غلغل... غلقلق غل میدیم یا محبت خدا یه چیز روحانیه و همینطور هم عملی هم هست زمانی که میگه دشمن خودتو رو دوست داشته باشه پس یک چیز عملی همینطور در این قسمت در عملی هم اینجا نوشته میگه که اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند اما شفقت خود را از او دریغ کند چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن هست چنین چطور میتونی محبت خدا در تو باشه و تو اینطوری عمل کنی پس اونجا محبت خدا اونجا نیست آه تو میگی که من عیسی مسیح رو تو قلبم دارم عیسی مسیح اونجا درسته فقط الان از چه قدرتی از چه محبتی استفاده میکنیم فرزندان بیا بید محبت کنیم نه با زبان در گفتار بلکه به راستی و در اعمالیا کردار پس اینجا چیزی که الان ما متوجه شدیم که عیسی هم از این حکم رو داد که هدف خدا برای ما اینه که واقعا با همون محبت همدیگه رو محبت کنیم و خدا هم همینطور ما رو شبیه خودش خلق کرده دیگه و همون زندگی که عیسی مسیح داره این یک الگویی هست که خدا میگه که این فکری که از ابتدا داشتم که انسان چی باشه نگاه کنی به عیسی این آلبرت تو این باید میبودی الان این نیستی نگاه کن به عیسی رفتارش کردارش حرفش فروتنیش حلم و تواضع و تمام اه، تمام اه، 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 چیز اه نیکویش هر چیزی که اینجا میبینی آلبرت تو باید سیمی بودی الان نیستی فقط من آمدم چه کار کنم تو رو تبدیل کنم که تو همون بشی از طریق ذات و شخصیت به این خاطر میگه که با همون محبت الان باید همدیگر رو دوست داشته باشیم فقط شرایط و امکانات برای محبت کردن هم به ما خداوند بخشیده هست یعنی این نیست که مثلا بگیم که خب باز کجا چطور می باید انجام بدم در اول یانو باید چهار تا هشت میگه ای حبیبان یک دیگر محبت بنمایید زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا رو میشناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا رو نمیشناسد زیرا خدا محبت است من پیشنهاد میکنم برین این آیه رو یک هفته بخونین یک هفته از این دنبال ای میخونم میخونم چه چیزی جه. چه گنجی توشه ای حبیبان یک رو محبت نمایید زیرا که محبت از خداست و هر کی محبت می از خدا مولود شده است پس زمانی که ما تولد تازه رو به دست آوردیم عزیزان پس محبت خدا در ما ریشه گرفته همین چیزی بود که دو هفته پیش به شما گفتم گفتم بریم بخونین افسیزو باب سه و خدا من دعا, دعا میکنم که خداوند به شما قدرت جلال خود با, ثروت جلال خودش نداری بود که به شما قدرت ببخشه در انسانیت باطنی شما که مسیح به وسیله ایمان زندگی میکنه و شما در ریشه در محبت ریشه و استوار. است... نه،, نه استوار نه اه... استوار. یا مرسی ریشه و استوار گردید یعنی ریشه محبت در ماست پس امکانی هست ما بتونیم با محبت عیسی محبت کنیم آمین یا نه و هر کی محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا رو می شنازد. و کسی که محبت نمی, نمی, نمی کند خدا رو نمی زیرا خداوند محبت هست پس این روح پدر این روح محبت پدر در همه ما هست و ما می توانیم عزیزان با محبت پدر میتونیم همدیگه رو محبت کنیم و همینطور هم می در این محبت خدا رو بشناسیم چون خدا محبت هست در این محبت که زیست میکنیم شروع میکنی شناخت به شناخت اون خدا دوباره میگم دفعه گذشته گفتم خود ما نمیتونیم این چیزها رو جسمانی بفهمیم خدا روح هست فقط و فقط به وسیله روح هست که ما میتونیم چیزهای روحانی رو دریافت کنیم و این چیز روحانی که رو دریافت در می‌کنیم، این هست که ما رو تبدیل میکنه و ما میتونیم عملا شروع کنیم به محبت کردن. تقریبا یه دو ماه پیش بود، یک موعظه هم که کرده بودم و اونجا یک،, یک لامپی اونجا گذاشته بودم، یادتون هست؟ یک لامپی هست، اگر این رو بذاری؟ یک لامپ. نیست، بعد از این آیه بود همون توی معیزه هست ها همین چیز معیزه که نگاه میکنه اینجا پشت هم یا نه اولیش اینجا ما یادتون هست این, این موعزه. تقریبا دو ماه پیش کرده بودم گفتم یا ما شمیم یا ما این لامپیم یه کسی که برحال ایسا رو نداره مثل یه شمی هست که برحال دائما در حال این هستن که خاموش نشه و زمانی که ما این لامپ هستیم و اینجاست که برق این برقی هست که از جریان پیدا میکنی در این لامپ اون موقع هست که این لامپ شروع میکنه به درخشیدن اونجا نور وارد میشه درسته و دومی چیز کن بعدش الان اینجا میگه لامپ تنها زمانی میتواند جریان را تجربه کند و به عنوان نور بدرخشد زمانی جریان در داخل لامپ وارد می شود و بماند و از طریق لامپ جریان یابد این مثال برای خودم مثال خیلی واضح خوبه یعنی این برق باید بیاد در این لامپ قرار بگیره این لامپ باید پر از برق باشه اون موقع هست که یعنی تو این سیم اون موقع هست که میتونه بدرخشه چرا اینو میگم تو ف... تو یعنی ما فقط می... میتونیم محبت خدا رو تجربه کنیم زمانی که ما اجازه میدیم محبت محبت خدا در ما جریان پیدا کنه یعنی از ما در ما شروع کنه یا ما رو فرو بگیره بعضی لامپ هایی هستن که ما میتونیم اینجا جریان رو کم عوض کنیم کم چیزتر کنیم روشنتر کنیم کمتر کنیم نه تقریبا باید این نگاه کنیم اینطوریه که هر چقدر ما سعی میکنیم زیادتر میکنیم یعنی نه سعی زیادتر میکنیم یواش یواش بیشتر این 220 ولت شروع میکنه جریان پیدا کردن هر چقدر این ولت زیادتر میشه آمپرش زیادتر میشه یواش یواش شروع میکنه به درخشیدن الان اگه ما این لامپ هستیم فقط این سیمی این سیمی هست بگیم این سیم نفس ماست یا یا روح ماست زمانی که این برق جریان پیدا میکنه این لامپ خودش شروع میکنه بدون اینکه یه کاری بتونه انجام بده شروع میکنه به درخشیدن من اگه این لامپ باشم میتونم بگم هی چقدر شروع میکنم به درخشیدن من احتیاج به زحمت نیست احتیاج نیست کاری انجام بدم که به درخشم اون این چیز قدرت این برقه که منو الانجا روشن میکنه این خاطر تو این چند مدتی هست عزیزان خدا خیلی در این قسمت احساس میکنم با کلیسامون میخواد با منم زوبیزو با کلیسا میخواد صحبت کنه که واقعا بفهمه و بدونیم که یک راهی هست چطور میتونیم شروع کنیم به آزاد شدن از خودمون و درخشیدن و محبت کردن با محبت خدا من فکر میکنم همه ما آرزو داریم یه قسمت هایی فقط راهش رو بلد نیستیم با قدرت خودمون دائما شروع میکنیم یه کار انجام دادن پیش نیاز این است که تصمیم بگیریم نه زندگی خودت بلکه حیات مسیر رو زیست کنیم یعنی شرطش اینه که تو تسلیم خدا بشی یا تو زندگی میخوای بکنی با قدرت خودت یا میخوایی عیسی مسیح به وسیله شروع کنه محبت کردن این بعلاوه این شرطشه اگر من این فیش میگن چی میگن اینو ش... اه... که روشم چی میگن فیوز نه کلید اگه اینو من روشن نخواهم بکنم اتفاق نخواهد افتاد یعنی جا تصمیم ماست دو تا امکان هست یا تو میخوای خودت زندگی کنی خودت با حق خودت با فکر خودت با روش خودت با آرزوهای خودت یا میخوای عیسی رو زیست کنی و محبت او تا محبت خدا در تو جریان پیدا میکنه هیچ موقع نمیتونی به شناخت خدا برسیم عیسی مسیح در مرکوز باب هشت نجا گفته زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد عزیزان این یه چیز واضحی هست هر چقدر سعی میکنی زندگی خودت افسار زندگی خودت به دستت بگیری و با فکر خودت با اراده خودت با نقشه های خودت دنبالش بری کلام خدا میگه احکام خدا رو نگه نمیداری بلکه میخوای احکام خودت رو نگه داری میگه که از دست خواهی داد خالی خواهی موند خدا ما رو دوست داره آشقانه دوست داره فقط یه چیز بزرگتری پرشکوهتری از دستش میدی از دست میدیم با... که برای این خم خن... شدیم اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد چه سودی دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد عزیزان چقدر ما باید تجربه کنیم چقدر باید ما شکست بخوریم تا یاد بگیریم محبت خدا آنجا در ما مثل یه چشمه اونجا قرار گرفته میگه که از این فردا استفاده کن به این خاطر کاری که ما میتونیم بکنیم تسلیم بشیم و همینطورم میگیم که عیسی مسیح گفته که احکام مرا نگه دارین در محبت من بمونید در یوحنا پونزه است اگه احکام من رو نگه دارید در محبت من خواهید ماند چنان که من احکام پدر رو نگه داشتم و در محبت او ماندم پس تنها راه اینه که به شناخت خدا برسیم و به شناخت محبت خدا برسیم از دید من و محبت خدا رو بشناسیم و زیست کنیم تنها راهی است که خودت رو تسلیم بکنی به یه خداوند من از امروز به بعد واقعا میخوام محبت تو رو زیست کنم من میخوام خداوند نه دنبال حق خودم باشم نه دنبال زندگی خودم باشم من برای این میخوام زندگی کنم تو منو خلق کردی این برق باید در این سیم نفس من شروع کنه به حرکت کردن و این سیم برق که این جریان برق رو درک میکنه و از اون موقع این چیزهایی که خدا اینطوری نشون داد بیشتر عاشق خدا شدم و یه امید بزرگی هست که میتونم غلبه بیابم هیچ چیزی ما هیچ چیزی نمیتونه جلو تو بگیره الان تصور کن الان به کاملیت یه زمانی که عیسی مسیح خودش محبت بود محدود به این انسانت کهنه بود هیچ چیزی نبود که جلوش بتونه بگیره تا آخر رفت روی صلیب اونجا میخوبش کردن مسخرش کردن آخر دوباره شفاعت کرد و این حیات خدا میگه که در ماست به شرطی که تو اجازه بدی من به وسیله تو زیست کنم از این میدانیم که فرزندان خدا را محبت می نباییم چون خدا را محبت می نایم و احکام او را به جا می آوریم زیرا همین از محبت خدا که احکام او را نگه داریم و احکام او گران نیست این یوحنا میگه و واقعا همینطوری فکر کردم عزیزان میگم که چقدر من باید زحمت بکشم برای خودم چقدر درگیر مشکلات باشم چقدر باید با قدرت خودم بجنگم با این غرورهای خودم بجنگم با این ترسهای خودم بجنگم با این نگرانهای خودم بجنگم فقط و فقط به خاطر که من میخوام حکومت کنم و اونجا اون طرف خدا میگه که ول کن تسلیم باش تو هیچ چیزی بدون من نیستی و اجازه بده این محبت در تو قرار بگیره احکام مرا نگه دار در محبت من میمونی این هم همینطور در ریحانه به هست که من تا کسیم و شما شاخه ها در من بمونید و من در شما سمره میاریم این موعظه ها رو چند بار شنیدیم خوندیم حتی دقیقی صد بار شنیدیم ما میخونیم و متوجه نمیشیم فقط الان یه زمانی هست که احساس میکنم خدا میگه که ببین زندگیت رو بدبخت و بیچاره نکن من چیز بهتری برای تو دارم و این در توست تو تولد تازه رو دریافت کردی محبت در تو تو ریشه گرفتی در محبت خدا بگذار محبت من جاری بشه جریان پیدا کنه خودت رو فراموش کن غرور خودت رو بشکن خوش به حال مسکینان در روح چون ملکوت خدا از آن ایشان است بدون من هیچ چیزی هستی خودت رو تسلیم کن و من از تو یک بهشتی میسازم این کلام رو شنیدم خودت رو فدا کن خودت رو بگذار کنار و من در تو و از تو یک بهشتی می سازم و بهشت حضور خداست جلال خداست زیبایی خداست پس مقایسه می کنیم می بینیم که چی از دست میدیم و چه چی چیزی به دست میاریم و خوبی زیباییش اینه که روح خدا میگه که عزیزان من هستم به شما کمک کنم <applause> که بمیری <applause> من کمکتون میکنم روح خدا اینجاست که به قدرت بده تسلی بده بنا کنه که آخر دوباره یه بله اراده تو انجام بشه روح خدا اینجا کمکت میکنه اینجا احکام خدا رو میشنوی و میبینی در در نفس تو یه جنگی هست روح قدس به تو کمک میکنه بگی که آمین اراده تو انجام بشه و یک آزادی به دست میاری حتی در این قسمت خدا ما رو تنها نگذاشته و محبت در این احکام خدا رو میتونیم نگه داریم زمانی که اول بخوایی و زمانی که بخوایی باید باور کنی که خدا محبته واقعا دیگه با فیض خدا شکی ندارم که خدا محبته با آن شکی ندارم باید باور کنم اون محبته چون بعضی وقت توی سختی ها میفتی توی فشار ها میفتی توی آتش میفتی اونجاست که میگه که ها محبت هم تو باید باور کنی و همینطورم این آرزو رو داشته باشی خدا من, و من میخوام محبت تو رو زیست کنم این آرزو رو باید داشته باشی چون خدای ما خدا نیست که بیاد اینجا یه کاری در تو بدون اجازه تو و بدون این تشنگی تو و همینطورم این اشتیاق رو باید داشته باشی اشتیاق داری پس باید حضور او رو جستجو کنی چون احکام خدا رو میتونم درست انجام بدم زمانی که با کلام آشنا میشم بیشتر وقت برای خداوند من میذارم روح با من باید صحبت کنه درسته یا نه؟ باید بگی که به چی جو در در، چی درسته چی درست ذهن من خراب هنوز. رول که نشون میده که کجاست اشتباه فکر میکنم. و زمانی که رول قدوس هم نشون میده اونجا باید امکان رو داشته باشم و تعلیم پذیر باشم و انتقاد پذیر باشم و همینطورم اعتراف کنم این مشکل مشکلایی در من هست. و همینطورم باید در این قسمت که واقعا میخواد این برق مسیح محبت مسیح جریان پیدا کنه باید هم اونجا اطاعت در اطاعت کلام خدا باشم و همینطورم این حق حکومت منو این تخت که من نشستم باید اونجا خراب کنم و بعد از این عزیزان این چیزایی که چیزهایی با من باز شده اون موقع هست که یه چشمهی چشمه محبت در اندرون تو باز میشه این برق برق محبت شروع میکنه به جریان پیدا کردن به این سیم این سیم گرم میشه متوجه میشه یه اتفاقی میفته تاثیر میذاره روی رفتار تو این برق برق محبت خدا برق اصلا اشتباه محبت خدا باعث میشه که خودت رو فراموش میکنی من نمیتونم دشمن خودم رو دوست داشته باشم زمانی که تمرکزم روی منه من باید خودم رو فراموش کرده باشم من نیستم آرزو من نیست هدف من نیست و این محبت منو آزاد میکنه از خودم و شروع میکنی به چشمای عیسی نگاه کردن برای تو هیچ چیزی غیر ممکن نمیشه اون موقع هست که این توانایی رو داری که رنج و دردم بکشی بی احترامی رو قبول کنی فقط یه قسمتی هست که شجاع میشی قدرت میگیری از این شرم از این بگم بگم بگم. از این خجالت آزاد میشی و میتونم یه صبر مخصوصی قرار بگیری چون سمره روح میدونی چی دیگه محبت شادی یعنی محبت برای من شادی آرامش صبرم توش هست و بردباری رحمت در ما قرار میگیره زمانی که اصلا رحم نداشتی یعنی میبینیم رحمت داری دستت باز میشه برای کمک کردن و اون موقع است که شروع میکنی به حتی به تو کسانی که ظلم کردن نه فقط برایش دعا کنی دلت برای اینا بسوزه عیسی مسیح در احشا زمانی که احشا رو با شاگردانش داشت عزیزان اونجا نشسته بود روی رویش اون دشمن که او رو چیز لو داد عیسی مسیح نشسته بود روی این دشمنش همینطور با او غذا رو میخورد و پاشو رو میشست فقط اونجاست این برق بیست هزار ولتی که در ماست که ما رو عوض میکنه تبدیل میکنه و شروع میکنه به درخشیدن و برالین این تمام یواش یواش صفت های خدا بیشتر و بیشتر در ما قرار میگیرن و زندگی تو پر از پرستش و دعا خواهد شد دیگه خودت نیستی با نیازهای خودت بلکه فقط اوست این تمام چیزهایی که صحبت میکنم منظوری نیست که از یک ثانیه به یک ثانیه است یواش یواش این, این برق یواش یواش باید زیادتر بشه زیاد هر چقدر زیادتر میشه عاشقش میشی بیشتر میخوای بیشتر از خودت رها میکنی الان امروز یک دو تا سنگ هایی هست که چیز کرده پس فردا چهار تا رو میگذاری کنار ده تا رو میگذاری کنار چون چشیدی و زیست میکنی محبت رو و اینجا شناخت خداست متوجه میشین عزیزان این خبر خوشیه برای ما فقط یک تصمیمی هست که باید بگیریم من که میگم روز به روز این چیزهایی که در موردش فکر میکنم بیشتر و بیشتر واقعا عاشق خدای پدر میشم عاشق عیسی مسیح میشم و میگم چه افتخاری هست که من میتونم محبت خدا رو زیست کنم زندگی کنم آزادیه کسی هرگز خدا رو ندیده اگر یکدیگر رو محبت نماییم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است این آرزوی ماست ما در کلیسای آلفا اومگا هر کس هرگز خدا کسی خدا رو ندیده اگه آلفا اومگا و کلیسای دیگه هم الان هستن از آلف، آلفا اومگا همینطور با هم دیگه محبت کنیم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است کامل منظور نیست که کامل الان شده بلکه در ما رو هدایت میکنه به اون هدف این کامل به زبان یونانی میشه به اون هدف آخر که تکمیل میشه اونجا ما رو میبره و ما دانسته و باور کردیم محبتی که خدا به ما نموده است خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی آمین برای این انجیل خداست خبر خوش نه فقط عیسی مسیح برای من مرد خبر خوش اینه که همه کار رو کرده که محبت خدا رو زیست کنم از این طریق دنیا خواهد دید که پدر پسر رو فرستاده یک دلی هم فقط و فقط به وسیله محبت عیسی در ما شکل میگیره و سوال من امروز هم همینه که آیا واقعا میخوایم این زندگی رو زیست کنیم یا نه یا میخوایم زندگی خودمون رو دنبال بکنیم نمیدونم چند بار با ما شکست بخوریم که یاد بگیریم امروز هم ما عشا هم داریم که میخوایم برال زمانی که میایم از بدن او که میخوریم از خون او که مینوشیم که عیسی مسیح اینو خدا شکر خودش در دست راست پدر فقط در این اشیا اینجا حضور داره و این بدنی که ما میخوایم بخوریم همون بدنی است که دو هزار سال پیش فدا کرده خودش و این محبتی که درونش بود چیز کرد خودش رها کرد ما میتونیم همین از این بدنی که میخوریم از این عهدی که خداوند با ما بسته با خون خودش همینطور که من شما رو محبت نمودم شما هم دیگر رو محبت کنین از این خونی که منوشیم از این عهدی که دوباره میبندیم و میگیم خداوند من حاضر هستم تسلیم تو هستم و هم واقعا میخوام این زندگی رو زیست کنم کمکم کن به طلب به تو داده شده به تو داده خواهد شد بجو جستجو کن پیدا خواهی کرد بکوب این چشمه در تو باز خواهد شد خدا من ممنون هستیم پدر جان تو خودت که گفتی من شما رو یتیم نمیذارم واقعا یتیم نذاشتی تو رو به خودت رو فرستادی که ما رو در این دنیا که ما هستیم پر از تاریکی ظلم آمدی این محبت خودت رو در ما گذاشتی ما متولد شدیم با روح تو در ریشه در محبت ریشه گرفتیم و باور میکنیم امکان هست تمام موقعیت رو به ما دادی که بتونیم ما با عشق تو با محبت تو هم دیگر رو محبت کنیم امروز که آمدیم در این اشیا میخوایم واقعا روح قدس کمک کنی که هر روز این تصمیم رو بگیریم کمک کنی خداوند بتونیم واقعا وقت برای تو بذاریم یک تشنگی تشنگی در ما روشن کن باز کن خداوند که از امروز به بعد یه چیزی در ما روشن شده باشه که بگم الان دنبال فقط این هستم چیزی دیگه مهمتر نیست که واقعا بتونیم زمانی که عشق تو رو م... م... یا زیست میکنیم و مینوشیم اول از خودمون آزاد بشیم و به وسیله ما تو شروع کنی به ساختن محبت کردن این دنیا شکرت می کنی من. مرسی خداوند حالا میخوایم برای اشیا آماده بکنیم خودمون رو نزیجرا می تونی بیایم